سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. توی برنامه امروز قصد داریم راجع به قطارهای جنگی و زرهی صحبت کنیم و اونها رو به صورت کامل بررسی کنیم. پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب حالا بدون فوت وقت بریم سراغ اصل برنامه امروز. انقلاب قطارهای زرهی مدرن در میادین نبرد. در یکی از مستندهای گذشته صدا و سیما، ویدیویی از پرتاب یک موشک از یک قطار توسط سپاه پاسداران ایران منتشر شد که توجه بسیاری هم به خودش جلب کرد. این ویدیو نه تنها نمایانگر پیشرفت‌های نظامی ایران بود، بلکه به یک موضوع تاریخی و استراتژیک هم اشاره کرد: استفاده از قطارهای زرهی در جنگ‌ها. این فناوری با توجه به قابلیت‌های منحصر به فرد خودش، نقش مهمی در میادین نبرد ایفا کرده و می‌تونه در آینده هم تأثیرات چشمگیری داشته باشه. اما حالا چرا قطارهای زرهی؟ قطارهای زرهی و نظامی به دلیل مزایای خاص خودشون همیشه مورد توجه نیروهای نظامی، مخصوصاً نیروهای با قدرت آتش بالا بودن. این وسایل نقلیه قادر به حمل تجهیزات سنگین، موشک‌ها، توپ‌ها و نیروهای نظامی هستند. علاوه بر این، به دلیل حرکت در مسیرهای ریلی، میتونن با سرعت بالا و بدون نیاز به جاده‌های خاصی به نقاط مختلف و با حجم بالای بار منتقل بشه. یکی از بزرگترین مزایای قطارهای زرهی قابلیت حمل تجهیزات سنگین. این وسایل نقلیه میتونن همونطور که گفتیم انواع موشک و توپ و تانک رو و بقیه تجهیزات نظامی سنگین رو هم کنند. این قابلیت به نیروهای نظامی این امکان رو میده که به سرعت تجهیزات مورد نیاز خودشون رو به جبهه‌های مختلف منتقل کنن و یا باعث تحرک بیشتر نیروها برای انتقال به نقاط مختلف بشن. قطارهای زرهی به دلیل حرکت بر روی خطوط ریلی میتونن با سرعت بالاتری نسبت به وسایل نقلیه زمینی دیگه جابجا بشن. این امر به نیروهای نظامی اجازه میده تا به سرعت به نقاط استراتژیک منتقل بشن و در صورت نیاز عملیات خودشون رو به سرعت انجام بدن و با نیروهای خودی به نقطه دیگه منتقل بشن. اما میرسیم به بحث حفاظت و زره‌بندی مطمئن در قطارها. قطارهای زرهی به دلیل زره‌بندی قوی خودشون میتونن در برابر حملات دشمن مقاومت کنن. این ویژگی به نیروهای نظامی این امکان رو میده که با امنیت بیشتری عملیات خودشون رو انجام بدن و از حملات غافلگیرانه جلوگیری کنن. همینطور محدودیت برای زره‌پوش کردن کابین هم کاهش پیدا میکنه. اما حالا برسیم به نمونه‌های تاریخی استفاده از قطارهای زرهی. در طول تاریخ قطارهای زرهی در جنگ‌های مختلفی نقش‌های مهمی رو ایفا کردند، از جنگ جهانی اول و دوم گرفته تا جنگ‌های مدرن. این وسایل نقلیه همواره به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در میادین نبرد مورد استفاده قرار گرفت. در جنگ جهانی اول قطارهای زرهی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جبهه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. این قطارها به نیروهای متفقین و متحدین این امکان رو میدادند که به سرعت تجهیزات و نیروهای خودشون رو به جبهه‌های مختلف منتقل کنند. علاوه بر این قطارهای زرهی با تجهیزات سنگین خودشون تونستن نقش موثر رو در حملات و یا دفاع‌ها ایفا کنند. در جنگ جهانی دوم استفاده از قطارهای زرهی به یک سطح جدید ارتقا پیدا کرد. نیروهای آلمان نازی به طور گسترده ای از این وسایل نقلیه برای حمل تجهیزات سنگین و نیروهای خودی استفاده کردند. علاوه بر این قطارهای زرهی به دلیل زره‌بندی قوی خودشون تونستن در برابر حملات هوایی دشمن مقاومت کنند و به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در عملیات‌های نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در دوران جنگ سرد قطارهای زرهی به عنوان یکی از ابزارهای استراتژیک در نیروهای نظامی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. این وسایل نقلیه به دلیل قابلیت حمل موشک‌های بالستیک نقش مهمی در استراتژی‌های نظامی این دوران ایفا کردند. با پیشرفت تکنولوژی، قطارهای زرهی هم به قابلیت‌های جدید مجهز شدن که اونها رو به یکی از ابزارهای کلیدی در میادین نبرد مدرن تبدیل کرده. یکی از جدیدترین قابلیت‌های قطارهای زرهی نصب موشک اندازهای پیشرفته بر روی این وسایل نقلیه است. این موشک اندازها به نیروهای نظامی این امکان رو میدن که
از فواصل دور به اهداف خودشون حمله کنن و به سرعت از محل حمله دور بشن. قطارهای زرهی مدرن به سیستم‌های راداری و مخابراتی پیشرفته مجهز شدن که به نیروهای نظامی این امکان رو میده تا به صورت همزمان و هماهنگ با بقیه نیروهای خودشون عمل کنن. این سیستم‌ها به نیروهای نظامی این امکان رو میده تا به سرعت اطلاعات لازم رو دریافت کنن و تصمیمات لازم رو اتخاذ کنن. زرهبندی قطارهای زرهی مدرن به مراتب پیشرفته‌تر و مقاوم‌تر از نمونه‌های قدیمی هستش. این زرهبندی‌ها قادر به مقاومت در برابر انواع حملات از جمله حملات موشکی، توپخانه‌ای و حتی حملات هوایی هستند. اگرچه قطارهای زرهی به دلیل قابلیت‌های منحصر به فرد خودشون نقش مهمی در میادین نبرد ایفا کردن، اما چالش‌هایی هم وجود داره که باید به اونها توجه بشه. یکی از بزرگترین چالش‌های قطارهای زرهی وابستگی اونها به خطوط ریلی هستش. این امر به نیروهای دشمن این امکان رو میده که با تخریب خطوط ریلی عملیات قطارهای زرهی رو مختل کنن. از این رو نیاز به حفاظت از خطوط ریلی و تعمیرات سریع اونها از اهمیت بالایی برخورداره. مورد بعدی هزینه های بالا هستش. تولید و نگهداری قطارهای زرهی به هزینه های بالایی نیاز داره. این امر میتونه برای برخی از کشورها چالش برانگیز باشه و نیاز به یک سرمایه گذاری های بزرگ داره. مورد بعدی تکنولوژی های جدیده. با پیشرفت تکنولوژی نیاز به بروز رسانی و تجهیز قطارهای زرهی با تکنولوژی های جدید هم افزایش پیدا میکنه. این امر نیاز به تحقیقات و توسعه مداوم داره که خودش میتونه هزینه بر و زمان بر باشه. قطارهای زرهی و نظامی با توجه به قابلیت های منحصر به فرد خودشون به صورت کلی نقش مهمی در میادین نبرد ایفا کردن و میتونن در آینده هم تأثیرات چشمگیری داشته باشن. با این حال نیاز به توجه به چالش های موجود و سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه مداوم از اهمیت بالایی برخورداره. از جنگ های جهانی تا جنگ های مدرن، قطارهای زرهی همواره به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در استراتژی های نظامی مورد استفاده قرار گرفتن و میتونن در آینده هم به نقش خودشون ادامه بدن. همچنین قطارهای زرهی میتونن در استراتژی های دفاعی ایران کارآمد باشن، اما باید توجه داشت که این کارآمدی به شرایط خاصی وابسته است و ایران با توجه به جغرافیای پیچیده و گسترده خودش نیازمند ابزارهای متنوعی برای دفاع و انتقال تجهیزات نظامی. قطارهای زرهی به دلیل توانایی حمل تجهیزات سنگین و موشک‌ها میتونن در انتقال سریع نیروها و تجهیزات به نقاط مختلف کشور مؤثر باشن. این وسایل نقلیه همچنین به دلیل زره‌بندی قوی میتونن در برابر حملات کمین در استان‌های مثل کردستان یا سیستان و بلوچستان هم مقاومت کنن و از تجهیزات و نیروها حفاظت کنن. استفاده از قطارهای زرهی در ایران به دلیل وجود شبکه ریلی گسترده میتونه مزیت‌هایی رو به همراه داشته باشه. این شبکه ریلی امکان انتقال سریع و امن تجهیزات و نیروها رو فراهم میکنه. همچنین قطارهای زرهی میتونن به عنوان پایگاه‌های متحرک برای پرتاب موشک‌ها و انجام عملیات نظامی مورد استفاده قرار بگیرن. این قابلیت‌ها میتونن به ایران در برابر تهدیدات خارجی هم کمک کنن و به نیروهای نظامی امکان واکنش سریع نسبت به تهدیدات رو هم بده. خب رفقا، به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه نهایت لذت رو برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.